سرخط خبرها. حادثه ناگوار و وحشتناک در قلب کابل که عید مردم را تلخ کرد. نیروهای نظامی طالبان در محور احمد مسعود و حزب جمعیت اسلامی جمع می شوند. رهبر طالبان: اجرای قصاص فرض است، دست دز را قطع کنید. پیام ایدی استخبارات طالبان: فریضه جهاد و قتال را با جدیت و قاطعیت انجام می دهیم. و اسناد افشا شده پنتاگون: افغانستان به مرکز هماهنگی داعش شده است. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. رهبر طالبان: اجرای قصاص فرض است، دست دز را قطع کنید. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در تازه ترین اظهارات خود برای اجرای حدود شرعی تاکید کرده و گفته که همان طور که روزه فرض است، قصاص هم فرض است و بدون هیچ قید و شرط این حدود اجرا شود. نوار صوتی سخنرانی رهبر طالبان شب گذشته شنبه 2 ثور از رادیو و تلویزیون ملی که تحت اداره طالبان است منتشر شد. او در محضر عمومی ظاهر نمی شود و با رسانه ها صحبت نمی کند. ظاهراً این نوار صوتی به عنوان خطبه های نماز عید در قندهار پخش شده است. رهبر طالبان تاکید کرد که جرم دزدی برابر با قطع شدن دست خواهد بود. او گفت همان طور که روزه فرض است، قصاص هم فرض است. اگر کسی بیاید کسی را با قصد به قتل برساند، قصاص قاتل فرض است. برای بازداشت از ظلم، قاتل باید قصاص شود. او افزود دزد را بگیرید، دستش را قطع کنید. اجرای حدود فرض است، قصاص هم فرض است. قطع کردن دست هم، گرفتن حق مظلوم از ظالم هم. این همه به صورت انفرادی نمی شود. و تاکید کرد که جای هر کدام از این حکم در جای خود فرض است. او گفت نه تنها نماز، بلکه سیاست سالم و ایجاد حکومتداری شرعی و نظام هم فرض است. همان طور که مسلمانان مکلف به نماز و روزه هستند، حکومت هم مکلف است که آن احکام را جاری کند که به صورت فردی نمی شود. پیام ایدی استخبارات طالبان: فرضی جهاد و قتال را با جدیت و قاطعیت انجام می دهیم. معاون ریاست استخبارات طالبان در پیام ایدیش می گوید برای سرکوب مخالفان این گروه فرضی جهاد و قتال را با جدیت و قاطعیت انجام خواهد داد. جواد از افراد کلیدی شبکه قانی است. دولت پیشین افغانستان او را به سازماندهی حملات خونبار بر اهداف غیر نظامی متهم کرده بود. از جمله او به سازماندهی حملات انتحاری بر دانشگاه کابل در ماه عقرب سال 1399 متهم شده است. در این حمله دست کم 22 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله دانشجویان دانشگاه کابل بودند. معاون استخبارات طالبان در پیام ایدیش مخالفان این گروه را طاغوت، فتنه و شر و فساد خوانده است. جواد در فایل صوتی که به مناسبت عید فطر منتشر کرده از جوانان افغانستان خواسته است که از فکر، قلم و زبان خود برای دفع مخالفان طالبان و حمایت از حکومت این گروه استفاده کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان پس از ورود به کابل در 24 اسد 1400 با گستردگی به بازداشت، کشتار و شکنجه مخالفان خود دست داده است. تا اکنون صدها نفر از نیروهای امنیتی دولت پیشین، فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی کشته شدند. در 1 سال و 8 ماه گذشته، آمار قتل‌های مرموز که از سوی افراد ناشناس انجام می‌شود نیز افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری گفتند طالبان به فرمان عفو عمومی که در اوایل ورود این گروه به کابل صادر شده بود، متحد نمانده و به حزب مخالفان خود اقدام کردند. هنوز پیام ایدی عبدالحق، رئیس استخبارات طالبان منتشر نشده است. اسناد افشا شده پنتاگون: افغانستان به مرکز هماهنگی داعش شده است. رسانه های امریکایی روز شنبه 2 ثور به نقل از اسناد افشا شده پنتاگون گزارش دادن که افغانستان باری دیگر به مرکز تروریسم و هماهنگی داعش تبدیل شده است.
ارزیابی سریع پنتاگون نشان می دهد که گروه داعش قصد دارد با استفاده از خاک افغانستان حملات را در اروپا و آسیا برنامه ریزی کند. در گزارش واشنگتن پست آمده که اسناد محرمانه پنتاگون نشان می دهد که داعش علاوه بر هدف قرار دادن کلیساها و مراکز تجارتی، سال گذشته قصد داشت مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر را مورد حمله قرار دهد. ارزیابی مقامات در پنتاگون حاکی است که داعش در ماه دسامبر سال گذشته 9 حمله را برنامه ریزی می کرد، در حالی که تعداد برنامه ریزی ها برای حملات در ماه فوریه امسال به 15 رسید. در یکی از اسناد محرمانه که نشان وزارت دفاع و چندی نهاد امنیتی دیگر را دارد آمده، داعش در حال توسعه یک مدل کم مصرف برای عملیات های بیرونی است که بر منابع بیرون از افغانستان متکی است. مقامات آمریکایی از هزار نظر در مورد اسناد فاش شده پنتاگون خودداری کردند، اما سخنگوی شورای امنیت این کشور در اعلامیه گفته که ایالات متحده توانایی حذف تروریست‌ها را بدون حضور دائمی نیروهای نظامی در ساحه دارد. در یکی از اسناد طبقه بندی شده وزارت دفاع آمریکا، مقامات معتقدند که دبیرکل سازمان ملل متحد پیش از حد در صدد برآورده کردن خواسته های روسیه بوده است. این بخش از اسناد افشا شده نشان می‌دهد که دولت آمریکا از نزدیک دبیرکل سازمان ملل را زیر نظر داشته و در چندین سند تماس‌های خصوصی او و معاونش هم به تفصیل توصیف شده است. حادثه ناگوار و وحشتناک در غرب کابل کید مردم را تلخ کرد. طالبان دشمن دیرینه مردم شمالی. مسئولان حوزه 11 طالبان دیروز، یعنی روز اول عید فطر، یک پدر و پسر را باشنده اصلی ولایت پروان را در گولایی حصه اول خیرخانه کابل در پیش چشمان کودکانشان به ضرب گلوله کشتند. طالبان خانواده قربانی را هشدار داده که از رسانه‌ای شدن این کشتار جلوگیری نمایند، اما مردم محل از دیدن این قضیه وحشت زده شدند. یک پسر این خانواده که با همسایه خود دعوا نبوده در قید طالبان است. جنازه قربانیان امروز دور از چشم رسانه ها بدون حضور مردم دفن شدند. نیروهای نظامی طالبان در محور احمد مسعود و حزب جمعیت اسلامی جمع می شوند. این بیانات شورای شرق شنیدنی است. میدان میدان جمعیت است. اگر جمعیت از درون انسجام پیدا کند، سایر نیروهای ضد طالبان را اوتومات در محور خود جمع خواهد کرد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.